بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نو بیکران بر شما. امید و آرزو دارم که در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید، گوش برادران کر خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. بدیهی است که این امید و آرزو تنها شامل آن دسته از هموطنانی نمیشود که همزیستی با کژدم غربت یا تبعید را به همنشینی با حضرات ترجیح داده و در چهار گوشه جهان پراکنده شدند، بلکه شاملان گروه وسیع از هموطنانی نیز می شود که در وطن خیش غریبند. با شما بزرگواران، امروز چهارشنبه 9 ژانویه المبارک از برجام الحرام سنه 2019 ترسایی برابر با 19 دی ماه 1397 خودمانی و 1438 آخوندی به 160مین برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن به اهتمام سعید بهبهانی توجه می‌فرمایید. این برنامه در قالب طنز سیاسی اجتماعی است و محتوای آن نیز برگرفته از طنز نوشته‌های هفتگی همیزان رحیمی است که به مکتوبات یا مکتوبات فدوی هم اندکی معروف است و تلخی طعم طنز در این برنامه ناشی از فجایع اتفاقیه در وطن سابق است و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان منشی، کاتب و مجری برنامه در رکاب شما شمشیر میزنم. خب دوستان گرامی که با ما اون صحبتی دارند میدانند که ما معمولا برنامه رو آغاز میکنیم با یک قطعه از آثار سراینده در حوزه شعر مدرن و بعد یک قطعه خط فارسی و بعد از کنیم میریم به قسمت آباد که ببینیم قسمت ما چی میشود. خب عزیزان، از کتاب لبخند ناتمام من برای شما شعر انتخاب کردم، خدمت شما عرض بکنم که اسمش هست مقایسه، از صفحه 146. این کتاب همین شکلی است. بله، میگوید که به مرمر بیشتر میماند تا به اطلسی، به مرمر بیشتر میماند تا به اطلسی و راه رفتنش یادآور آهوانی است که هرگز بیم صیاد نداشتند. باید گذری داشته باشد این آهو به سرزمینی که در آن صدای تیر خواب آهوانش را آشفته کرده است. این کتابش هست لبخند ناتمام. دوستان اگر خواستن که اطلاعات بیشتری داشته باشن یا نزدیکتر، تشویقم به سایت نویسنده به لطف بهبهانی، معمولا روی صفحه هست hazl.com و در اونجا جستارهای گوناگون دارد و تشویق قسمت انتشارات در اونجا این کتاب و سایر آثاری که در تصویر شماره یک دارید ملاحظه فرمایید در اونجا قابل رؤیت است و اگر خدای نخواسته زبانم را خدا البته روز نیاره اگر خواستید که تهیه بفرمایید، اونجا هم به قول عوام آپشن هست کنم این تهیه هست یا گزینه به قول خودمون و هست کنم به توصیه برخی از دوستان ما گزینه دونیشن هم گذاشتیم، گرچه میدانیم که کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، ولی دوستان توصیه کردن ما هم انتصار عواملشون رو کردیم. به هر روی این نمایی که دارید ملاحظه می‌فرمایید در تصویر نخست، این در واقع یک نمایی است از آثاری که حمیدرضا رحیمی یا فدوی عرض کنم که مرتکب شده اند و این کتاب یادم عرض بکنم که دو زبانه هست و به زبان فارسی و انگلیسی هست و با مقدمه بسیار مبسوط پروفسور توماس گیج استاد ادبیات انگلیسی. بله، و اطلاعات دیگر رو میتوانید در اونجا ملاحظه بفرمایید. خب دوستان، برویم به قسمت خط فارسی رو نگاه کنید که بنده همیشه اعتقاد داشتم که تعصبی هم در کار واقعا نیست، اما بر این باور هستم که خط فارسی که از زیباترین خطوط جهان هست، واقعا عرض نمی کنم زیباترین ولی چون پژوهش در این مورد خوب نشده است، اما یکی از زیباترین خطوط جهان است. شما اگر نگاه بکنید بسته به اون استاد خوشنویس دارد که چگونه به قول عوام
یک متن رو دیزاین بکنه، تصویر شما رو دور ملاحظه بفرمایید، یک متن رو دیزاین بکنه و شما میبینید که برعکس فرض بفرمایید که الفبای انگلیسی که اینا این حروف مثل سرباز قرار هم دیگه ایستادن در خط فارسی، در خوشنویسی فارسی از کنم این کلمات با هم دیگه آمیزش دارن. برای همین هم است که اگر که این تابلو که دارید ملاحظه بفرمایید خوشنویسی دیگری بنویسه، حتما قیافش با این متفاوته، بستگی به نگاه اون هنرمند یا استاد داره. به هر روی خوزی فرمان عرض بکنم که با اینم از کاری است که میکنن در این موقع، موقع آموزش مراجعه فرمان دیگه این نقطه ها رو، چون خط ما به نظر بنده خط ما خط هندسی است، یعنی صحبت عرض بکنم که اندازه ها و چیز هاست و به این شکل مثلا میگن الف باید سه تا نقطه باشه. از این اون زمان که فتحی حوصله داشت یا وقت داشت، تعدادی از عزیزان رو هم به هر حال از این نقطه ناچیزش قسمتی میداد. باری این دو سه بیت از ناصر خسرو است، یک قصیده بسیار ابسود که الان مجال نقلش رو نداریم، فقط یکی دو بار برای که این قسمت ریز اینا خط شکسته هست و بیگمان دشوار هست برای دوستان. من عرض میکنم که فرمود آزرده کرد کژدم قربت جگر مرا، من بزرگوار برای اینکه سفرهای طولانی میکرده و یه سفرش هم 7 سال طول کشید که سفرنامه هم در این باب مرقوم داشته است که از این 7 سال 3 سالش فقط در مصر بوده. باری آزرده کرد کژدم قربت جگر مرا، گویی زبون نیافزگیتی مگر مرا، در حال خیشتن چو همی ژرف بنگرم، صفرا همی براید از اندو به سر مرا. صفرا همون زرداب است به قول قدیمی ها. بله. بعد در یک بیت دیگه می فهمد که نی نی که چرخ، یعنی نه نه منظورش نه هست، نی نی که چرخ و در ندارند قدر فضل، این گفته بود گاه جوانی پدر مرا. و ادامه داره به هر روی بزرگوار در خارج از در بخ، البته در یمکان در اونجا دار فانی را وداع کرد به قول تذکر نویسان. بر این خط را هم ملاحظه فرمودید. خب دوستان بریم به قسمت چیستان. دوستانی که با ما مهر و الفت دارن با این چیستان هم آشنا هستن و میدونن که هر هفته این آقای فدوی ما گریبان ما رو میگیرد و با یک تصویر، یک پرسش معمولا مصوری به قول روزی ها ما رو به چالش میکشد که این خانم آقا این داستان از چه قرار است. و هر روی اضافه هم که نخست هفته پیش رو ببینیم که تصویر شماره 3 هست. بله چیزی فرمده نگاه بکنم تا شما دریافت میفرمایید، بعدم ببینم آیا پاسخی هم داریم در آخرین لحظه. بله 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 چند تا از دوستان اظهار نظر کردن، بنده نگاه الان دارم میکنم، صحیح ترین پاسخ مال میکائیل گرامی است. حالا بعد این عبارت ایشون رو میخوانم، میگوید که زنده انقلاب میگوید که این عکس نشان دهنده قدردانی از اسبهایی است که همراه سربازان در جنگ جهانی اول شرکت داشتند. و این پاسخ ایشون بود. این چیزی هم اضافه کرده که این عبارت ایشون رو فقط دارم نقل میکنم، این را من اضافه میکنم که خمینی دجال بهترین جوانهای ایران را روی مین فرستاد. و در پایان هم میکائیل عزیز التماس دعا داشته است و گفته است که کمک به میهن تیوی یادت نره هموطن. بله میکائیل گرامی، دوستان صدای شما را از طریق بنده شنیدن، امیدوارم که ترتیب اثر هم بدهند. خب فقط بنده عرض بکنم که پاسخ زمینه این تصویر که دارید ملاحظه می‌فرمایید یه مقدار دقیق تر هست. اون عرض سعید میگه آقا من کله خر عیسی نبود. نه سعید جان، اولا این کله خرای فراوانی هست. نه حالا میکاری که نوشته که اسب، ولی قضیه فقط اسب نبوده است. برای این که عرض کنم خدمتون، عرض بکنم یه ذره دقیق تر که این مربوط است به سال 1915.
و ادای احترامی است به در واقع سربازان هستن، سربازان اون زمان هستن و ادای احترام سربازان به 8 میلیون، ببینید چه آماری است، 8 میلیون اسب، خر و قاطر کشته شده در جنگ عرض کنم که جهانی اول. ملاحظه می‌فهمید که این زمان بستگان تا کجاها یار و یاور انسان بودن حتی در این مخمسه ها. عرضی بودم این ایمیل دیگه هم دوستی معرفت کرده بود که مرحوم داشته است که با درود فراوان امروز در حالی که برنامه جالب شما را در ذهنم مرور می‌کردم بیاد تخصیص ارز در ایران افتادم. به خاطرم رسید که رژیم و دولت یک طرح عملی نانوشته دارند که بر مبنای خودی و غیر خودی ارزهای دولتی را بین آنها پخش می‌کنند. خودی ها از طریق بانک های دولتی و با درخواست از طریق شرکت های سوری ارز 4500 دلاری را به میزان وفاداریشان به رهبری دریافت می‌دارند. اما غیر خودی ها به صرافی ها حواله میدن از قرار 10500 تومان برای هر دلار، یعنی رقمی 2.5 برابر. این اینه از کنم ایمیل این بزرگوار بود که مرحمت کرده بود. بله خب دوستان گرامی، پرسش هفته آینده با هم دیگه ببینیم. تصویری هم دارد شماره 4 که تا شما تصویر رو از طریق آقای بهبانی دریافت میفرمایید، بنده از این قهوه کر مهمان شما باشم. تصویر شماره 4 بر البته این تصویر اول منهای این دو نفره هست که این پایین هستن. بعد بنده چون به نوعی بینندگان محترم ضد انقلاب رو بنده نمایندگی میکنم در آفیس دکتر فدوی، این هست که بهشون گفتم آقا این دشوار است، شما این عکس خانواده است، ما هم عکس گرفتن، عکس یادگاری گرفتن، این چه حدسی میشود زد و اینا، این راهنمایی چیزی بفرمید. بعد ایشون به عنوان راهنمایی این دو تا عکس این پایین رو اضافه فرمود و گفت که اینم راهنمایی. حالا بنده نمیدونم راهنمایی ایشون کمک میکنه یا نه. برروی یک هفته فرصت هست و عرضه بدارم که هفته آینده اگر عمر و برنامه بود بنده سر راه عرض کنم که آفیس آقای فدوی اونجا استاپ بای میکنم به قول عوام و پاسخ درست رو میگیرم و اگر شما هم فرمایشی داشتید پیوست میکنم. خب شما عزیزان بیننده گرامی برنامه هفتگی طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن هستید. رسیدیم به قسمت بازرگانی دوستان. من یادم نره چون بعضی وقت یادم میره که از دوستانی که ما رو همراهی میکنن یاری میکنن در امر عرض کنم که جمع‌آوری تصاویر و تصاویر مفهومی بیشتر بنده سپاسی داشته باشم. عزیزان شبنم، بهار، فروغ، سرور، یاشار، مجیخان، میکائیل و آرزا یغلاوی که همیشه تای کلاسه. بله خب این قسمت بازرگانی بنده توضیح کوتاهی خدمتتون عرض بکنم و ببینیم چند تا آگهی رو با هم دیگه ببینیم. عرضی بدارم که این بخش بازرگانی فدوی داستانش طولانی است. اگر بپرسید چون پرسش هم شد که این آقای فدوی ما که اهل معنا بوده است و اینها چه شده است که یه دفعه اهل بیزینس و این چیزا شده، داستان طولانی است. بنده که مجال نقل ندارم اما همچنان دوستان رو بنده حوالت میدم به سایت نویسنده hazl.com. در اونجا بخش انتشارات یک کتابی هست عرض کنم که با یه جلد روی جلد بسیار زیبایی که کار دوست گرامی فدوی هنرمند عرض کنم که بیژن اسدی‌پور نازنین هست. در اونجا شما اسمش هست تذکرة الاشقیا دو جلد، در جلد نخست یک طرز نوشته مبسوطی هست به اسم فدوی با مدیریت جدید، به قول عوام فدوی آندر نیو منیجمنت، در اونجا توضیح داده است. به هر حال یه تابلو هم اونجا تهیه کرده است و که مفلس از جنس خود ارزان نفروشد چه کند کمبه ها کرد تهی دستی دوران ما را. این بیت زیبا از
کریم کاشانی گرامی از فحول سبک هندی است که فنری بسیار دوست می‌دارد. بله، بر روی بزنید فهمید که ببینیم که آیا خب این بخش بازرگانی طعم تلخ طنز هم مثل هر جای دیگری آگاهی می‌پذیرد، اما صحت و سقم محتوای آگاهی ها گردن تبرخورده راوی است و فنری مسئولان نخواهد بود. بله، خب دوستان، این آقای جهانگیری رو که جسارت روم به دیوار معاون، بازم جسارت رئیس جمهور هست، ریاست محترم آبدارخانه بید، کلید الاسلام و مسلمین، عرض کنم که روحانی، میدونید که دماغ یا بینی در خاندان این بزرگوار، در خاندان عصمت و طهارت این بزرگوار محبتی است الهی، مثل سلطنت که از پدر به پسر میرسد و در خاورمیانه مثل جمهوری که از پسر به پدر به پسر میرسد، مثل مثلا فرض کنید بشار اسد، در اونجا به هر روی به شدت اینها عرض کنم بینه های مبسوطی دارند. حالا من فکر میکنم که این مزرعه باید مال اینا باشه که تصویر شماره 5 رو نگاه کنید که بادمجانی پرورش دادن عین صورت بزرگوار و دماغ عین اون دماغ بزرگوار. بنده دیدم عکس ها موجود بود که ملازم هم خود ایشان هم اخوی و بینه های مبسوط دیگه دقیق معمول تراکم تصاویر داشتیم و صرف نظر کردم. برای این محصول رو که دارید ملازم فرمایید قرار بوده از بادمجان باشد، به هر حال ولی بسیار شباهت دارد به این بزرگوار. این تصویر شماره 5 بود. دوستان گرامی، به قول عوام یک آگهی یونیک داریم در تصویر شماره 6 مده. هرگاه باور بفرمید که این برادران یک حرکت ارز کنم که شگفت انگیز، حیرت انگیز اینا رو انجام میدن، فدایی فکر کنه این دیگه آخریشه، دیگه بعد از این دیگه چیزی نیست که اینا بهش پیله بکنن. ولی هر دفعه اینا از تو آسینشون، از توی آسین عباشون یه چیزی در میارن. تصویر 6 رو ملاحظه بفرمایید. برای اولین بار در ایران به زودی سکوی سوختگیری مخصوص بانوان با اپراتور خانم در این جایگاه راه اندازی خواهد شد. شما باورتون میشه آقا این جنون تا کی قرار ادامه داشته باشه؟ از مهد کودک شما آغاز فرمودید، این کودکان رو از هم جدا کردن در مدرسه. آره؟ یادم نیست. سعید داره میگه که در زمان پیش از انقلاب شکوهمند هم پمپ بنزینی که ویژه بانوان بوده من یاد ندارم این سال. کارگر زن بوده باشه. مدرش کارگره. میگه کارگر زن خب آرزی که اون به هر حال چیز شگفت عجیبی نیست، ولی شما نگاه بکنید که کلی دوستان اختلال ایجاد میکنن در این ماجرای جداسازی، یعنی تفکیک جنسیتی، یعنی مردم رو مثل نخود لوبیا از هم دیگه جدا میکنن. خب این گرفتاری داره موقع فرض کنید معالجات، عرضه بدارم موقع تحصیلات در دانشگاه، اینا همش تولید زحمت و گرفتاری میکنه وقتی که قرار باشه همه جا اصلا دیگه جدا باشن. به هر حال این حرکاتی است که اینها سالهاست که دارن انجام میدن. ولی به هر حال همونطور که عرض کردم تصور نفرمود که این آخرین چیزی است که از آستین عبا بیرون اومده. دوباره همین روزها یه چیز دیگه میاد بیرون که سر همه جای فدوی اسفناج ارگانیک سبز میشه. بله، خب دوستان، تصویر داریم در شماره 7. فدایی بنده گفته که بگم خدمت شما بینندگان محترم ضد انقلاب که این پارتی بازی نبوده است. یعنی فدایی میگه که من این آقای دکتر رو نمیشناسم. دکتر فدایی ما میگه ما این آقای دکتر رو من واقعا نمیشناسم، اما نظر کارشناسیش این بوده. بنده نمیدونم میتوانید بخوانید دوستان. حالا بنده من عرض میکنم که آقای دکتر فرموده که این جانب به عنوان یک پزشک متخصص اعصاب و روان اعلام میکنم بهترین راه درمان بیماری های شایع روحی نظیر افسردگی دوستی و همنشینی با کرمانشاهی هاست. نظر این بزرگوار بوده. خلاصه دکتر فدایی میگه من آقای دکتر نمیشناسم و هیچ به اصطلاح ارتباطی در ارائه این نظر نبوده است. به هر حال تا نظر دوستان کرمانشاهی و غیر کرمانشاهی ما چه باشد؟
بله خب دوستان، روزگار حیوانات در اینا رو که در جریان هستید، گاهی وقتا اینقدر دلخراش است و اینقدر گرفتاری دارد که آدم امکانی که یک کلیپ رو تا انتها ببیند ندارد واقعا. و بیشتر از همه این از کنم که بیگناهان سک هست که زیر فشار اینا هست. حالا بنده آگهی دیدم، دریافت کردم در تصویر شماره 8 ملاحظه فرمایید که در مورد خرید فروش سک هست. برای این عزیزان، این موجودات نازنین زیر فشار و شکنجه و این حرفا هستن، اما این رو دیگه بنده ندیده بودم. به هر روی خیلی هم حرفه‌ای فراهم شده است این آگهی. ملاحظه فرمایید که جنسیت نر، اون سگ گرامی نر بوده است، سن 1 سال و 10 ماه، قیمت 1200. اما چیز جالب، ملاحظه فرمایید، آدمگیر و گرگ زن، اگر درست بخوانم. بله، آدمگیر یعنی چی؟ یعنی پاچه آدم میگیره، منظور اینه، نمیدونم منظور از آدمگیر چیه. و گرگ زن مخصوص دامداری و گله. علت فروش جالبه، علت فروش فروختن گوسفند. بله، گوسفندا رو فروخته، سگ رو دستش مونده، حالا دوباره بفروشه. بله، بعد آرزوی از کنم روزگار خوب برای این حیوان سودمند میکنه. خب دوستان، این ماجرای رستروم هم در جامعه شکومنده اسلامی هم در جاهای دیگه، این موضوع بعضی مسائل کاریکاتورها و از این قبیل بوده است. حالا من دو تصویر دریافت کردم که یکیش در جامعه شکومنده اسلامی خودمان است و یکیش هم در بلاد کفر و زندقه. نخست تصویر 9 رو ملاحظه بفرمایید که شیرتوشی عجیبی است گویا اینجا. خب ظاهرا اون سردر اون رستروم به قول فرنگی ها نوشته سرویس بهداشتی زنانه، ولی آقایون هم برادران هم توی صف هستن. نمیدونم این چجوری میشه داستانش با این حساسیت هایی که برادران دارند که نخود لوبیا رو از هم دیگه جدا میکنن بر اساس جنسیت. حالا چگونه است که اینجا موفق نشدن جدا بکنن؟ به نظرم میاد که بانوی هم روی صندلی بیرون نشسته، نمیدونم این بانوس یا آقا. و روی داستانیست این. خب همون تصویر شماره 10 ملاحظه فرمایید، اینم به نوع خود در نوع خودش شگفت انگیزه. این عرض کنم که تصویر شماره 10 کاملا مشخص است که در بلاد کفر و زندقه است. و حالا آدم به قول عوام کانفیوز میشه که آیا این رستروم یا توالت زنانه است یا مردانه. عرضه بذارم که بنده نمیدونم که زنانه است یا مردانه، ولی اون ظاهرا اون بانوی است یا شاید دو جنسیتی است، برای کسی متعرض و مزاحم او نیست. اما به هر حال لحاظ تصویری جالبه این تضاد. خب دوستان گرامی، یه عکس و فدوی فرستاده بود، بعد یه یادداشت هم زمینه کرد که آقا ایشون نوشته بود که من با گیس اضافه نداریم دست دوستان بدهیم. تصویر شماره 11 رو که میخوام نشون بدیم، دوستان لطفا نرن که قضیه رو به گونه ای عرض بکنم که وصف بکنم به ماجرای عرض بکنم که راسیسم از این ماجراها یا تبعیض نژادی، مطلقا انگیزه این نبوده است. اما چون سوال کردن آخوند مشکی که مدتی نایاب بود رسید، ما خواهد فرصم بگیم که آخوند مشکی که مدتی نایاب بود رسید، بله، طالبین به شتابند. و اما دوستان گزارش های خود در آنلاین هم هست، میتونید مراجعه فهمید که چه بودجه عظیمی رو برادران از جیب ملت یک رقبا میرو بایند و صرف این سازمان های مندر آوردی. این یکی از سازمان مندر آوردی است. دارید مراجعه فهمید که این طلاب خارجی به هزینه ملت گرفتار ایران در این حوزه های به اصطلاح علمیه مهمل می آموزند و بعد هم مهمل تحویل می دهند. بر روی در بودجه سال 1398
اینجا یادداشت میگوید که سهم نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت و سازمان صدا و سیما در مجموع بیش از 5 تریلیون تومان است. به حدود 13 برابر بودجه امور محیط زیست است. این محیط زیست که با حیات و ممات ساکنین اون سرزمین در ارتباط است، عرض کنم که 13 برابر بودجهش کمتر از یه جایی مثل جامعه المصطفی که یا نشر آثار امام و این ماجراها که کلی از عرض کنم که دارایی های ملت را میبلعد، یعنی در واقع دود میکند. بعد برای طلاب خارجی فرنگی هستن قربان، بدیهی است که به این دوستان بد نخواهد گذشت. تصویر بعدی رو نگاه کنید، میتوانستم که فقط از رو برای شما بخونم، اما خودتون مراقب کنید که این واقعیت داره که این برادر نوشته که من مدرس حوزه علمیه، از روزگارش داره میگم. نگاه کنید تصویر شماره 12، میگوید که خدا را شکر میکنیم که به هیچ وجه ما هیچ اثراتی از تحریم در حوزه علمیه نداریم. البته که نداریم، تحریم ها رو مردم و گرفتار و دربدر و بیمار و گرسنه ایران، به شما اصلا مربوط نیست. بله، هیچ اثراتی از تحریم در حوزه علمیه نداریم، همه چیز عالی و مناسب است، من باور میکنم. از هیچ نظر هیچ مشکلی نداریم، مدام در حال شکر گفتن و تشکر از حکومت هستیم. خب شما تشکر نکنید کی بکنه برادر؟ با خدمت بروی یاد داشتم زیر هموطنی نوشته است که پس معلوم میشه که خیلی ریزه و ما هم شکر میکنیم که شما اذعان کردید تحریم ها توی حوزه اثر ندارد. یاد داشت یک هموطن است. و دیگه از منابع مالی این برادران در تصویر شماره 13 هست، ملاحظه فهمید که خطاب است به اعضای محترم هیئت امنای مساجد، جمع مسجد، جمع مکسر. بر طبق مصوبه فلان توضیح شده، این ملاحظه می‌فرمایید. لازم به تذکر است، اینجایی که با قلم قرمز مشخص شده، در صورت نپرداختن حق روحانی، این رو فدویش گوشه حق الاهن، این حق الاهن رو باید بدید به آقا. حالا در سال پیش از انقلاب شکومن خب مختصری بود و حالا البته چنین نیست. بعد برادر در پایان نوشته است که لازم به ذکر است در صورت نپرداختن حق روحانی، حق الاهن، ایشان به محل دیگری برای فریضه تبلیغ منتقل میگردد. باید انشاءالله که بر نگردد بزرگوار، همونجا بماند هر جا که هست. این هم تصویر شماره 13. خب دوستان، چهره از مولا علی علیه السلام روایت نقاشان مکتبی ایرانی رو راجبش صحبت کردیم. تصویر شماره 14 رو داریم در این ارتباط. بیش از اینا در طنز نوشته های فدایی برای ما نوشته بود که اوضاع چه قرار است در اینها و این صورت زیبای از بکنم که آقا امیرالمومنین ساخته و پرداخته مومنین ایرانی است که بسیار زیباتر از جوانی های آلندلون هست. ولی تصویر خود حضرت که مراجعه فرمودید در موزه لوور فرانسه، گویا در اونجا شما چهار ستون بدنت از وحشت میلرزد وقتی این بزرگوار رو نگاه میکنید. به هر روی در تصویر شما 14 در پشت این برادر اون عکسی است که بنده صحبتش کردم در تنظیمشت های پیشینم راجع به اینا گفتگو کردیم و اینها رو کنار هم گذاشتیم و نگاه کردیم که ببینیم چه ارتباطی اصلا بین اینا میتواند وجود داشته باشد. مطالبی که روی عکس نوشته شده کار زمینه بوده و ما اضافه چیزی یا کم نکردیم، همین ترتیب دریافت شده است. و پس اگه آگه دیگه دوستان شماره 15 رو ملاحظه فهمید که بعده نمیدونم این برادران یا خواهران موقعی که میخوان که امریه صادر بفرمایند یا آیه صادر بفرمایند فکرم نمی کنن که چی دارن میگن یا مینویسن، آیا معنا داره؟ تصویر 15 رو نگاه کنید. خواهران محترمه لطفاً با حجاب کامل وارد شوید. تو پرانتز نوشته حداقل چادر. و
خب این سوال هست اینجا دیگه. الان مسئلتون حاج آقا، مسئلتون حد اقل چادر یعنی چی؟ یعنی غیر از چادر که سعید ما رو گرفتار میکنه آخرش به خدا میگه حد اکثرش کنبرنه هست. این این عبارت بزرگواره، من دارم به قول عوام فوروارد میکنم. آخه یعنی چی حد اقل چادر؟ یعنی چی؟ گونی هم احتمالا هست، مثلا شاید مثلا برن تو گونی درشو ببندن اینجوری، اون بعد یکم پولشون بده اونجوری با گونی قل بخوره بره تو. آخر بخوره گرفتار شد. بعد حالا بنده نمیدونم که خواهران محترمه در این مورد چگونه فکر میکنن. بعد خب دوستان، کاریکاتور بسیار بسیار جالبی داریم و میدونید که کاریکاتور بسیار زبان گویایی دارد و مفصل است. عرضه بدارم که تصویر شماره 16 رو ملاحظه بفرمایید. در این کاریکاتور این راجع است به این ماجرای مسله کردن اون قاشقچی در سفارت بربرستان سعودی در استانبول ترکیه. خب لوگوی یا آرم پرچم برادران در بربرستان سعودی حدود شمشیره دیگه. این هنرمند گرامی بسیار بسیار زیبا عمل کرده است و یک ارتباط عرض بکنم که بسیار نزدیکی رو برقرار فرموده است در این اثر با قتل اون عرض کنم که ژورنالیست مخالف دولت بربرستان سعودی، چون اون بزرگوار اون مرحوم رو اینا قیچی کردن، اره کردن، نمیدونم فلان این حرفا. حالا این کاریکاتوریست گرامی به زیبایی اینو بیان کرده. ببینید برای توضیح این قضیه شما چند دقیقه حرف بزنید یا یک صفحه مطلب بنویسید، اما با چند تا حرکت این طنز تصویری در واقع یا کاریکاتور پیام را میرساند. جا هم دارد که در این لحظه بنده یادی بکنید دوستان از این شال عبدو و قطعامی که برادران فرمودن، شبیخونی که برادران زدن به اون مجله از اونم که طنز و اینها که قناری بهنگام در موردش نوشت و گفت. اما بنده بیاد میارم که دو تا تصویر رو کنار هم دیگه گذاشتیم و از دوستان پرسیدیم یا نظرخواهی کردیم که چه تصور میفرمایند در این مورد. دو تا تصویر و صف بسیار طولانی، صف بسیار طولانی. خب یکیش پاسخ درست بود، صف نظری است، و اون یکی پاسخ کاملا غلط بود، برای اینکه اون صف مردم پاریس بود. تو صف بودن برای اینکه شماره جدید از کنم مجله شارل عبدو رو تهیه کنن. اون صف طولانی که تش معلوم نیست، صف نظری است که مال ماست، و اون یکی صف، حالا اگه فرصت کنم مجددا تکرار میکنیم براتون که ببینید، عرض بکنم که مردم هستن که میخوان برن مجله بخرن. تفاوت از زمین حداقل تا پشت بام است. دوستان با ماجرای امامزاده که همگی آشنا دارن، به هر دیگه ما امامزادگان گرامی از بستگان بسیار نزدیک ما هستن، ولی یک نوع امامزاده جدید خیلی تازه است. شما احتمالاً ظرف این چند روز گذشته ممکنه که ملاحظه فرموده باشید. تصویر شماره 17 رو ببینید که این خیلی به قول عوام یونیک است، خیلی استثنایی است. خیلی جالبه که یکی از نمایندگان محترم حکومت در مجلس ایشون برای پدرش که رحمت خدا رفته است و با عرض کنم که شهدای صدر اسلام عزیز محشور شده است، یک گنبد و بارگاه درست کرده، امامزاده درست کرده. خلاصه تصویر شماره 17 ملاحظه بفرمایید. بعد خیلی مورد شگفت انگیزیه دیگه. به هر حال ازش سوال کردن که این داستان چیست و اینها، چون توضیح دادن که نام این بزرگوار میرزاده است. پدر مرومن یک سیدی بوده، نقل قول دارم میکنم از این بزرگوار، که امامزاده برای پدرش دایر کرده. پدر مرحوم من یک سیدی بوده که مردم او را صاحب کرامات
میشناختند و برای ایشان احترام زیادی قائل بودند. پدر مرحومم در همان زمانی که زنده بودند بسیار مورد احترام بودند و زمانی هم که به رحمت خدا رفتند این احترام و ارادت باقی ماند. مردم خودشان دقت بفرمایید تصمیم گرفتن که برای ایشان مقبره‌ای بسازن که محل مراجعه خودشان باشد. به هر حال این عبارت این برادر نماینده هست، برادر نماینده محترم حکومت در مجلس و این هم گنبد بارگاهی که درست فرموده است برای پدر گرامی، ادبی گرامی. بله خب قسمت گوناگون هم یه نگاهی بکنیم ببینیم که چه نکاتی آقای فدایی فرستادن. از کنم یکی از دوستان گفته است که از 124 هزار پیامبر فقط 5 تاشون کتاب دارن، کتاب دادن، بقیه همه جزوه میدادن و میگفتن که همینا رو بخونید قبول میشه. یکی دوستان لطف کرده فرستاده و بعد این برادر علی مطهری فرزند اون آیت الله مقتول و ضد ایران و ایرانی که برید سوابق رو نگاه بکنید تا به عرض فدایی برسید، ایشون یه چیز شگفت‌انگیزی گفت. معمولا فدوی ما اینجور فرمایشات رو طبقه بندی میکنه در یک ستونی داره به اسم کلمات حمار که ضد کلمات قصار است. معمولا اینا رو میذاره اونجا دیگه. حالا امروز فرصت نبود و به بنده گفت که همینا رو خدمت شما عرض بکنم. بله، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 17 دی خواستار برگزاری همه پرسی برای حجاب در ایران شد و ادعا کرد که نتیجه این همه پرسی به نفع حجاب تمام خواهد شد. و این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در یک سخنرانی گفت اگر موضوع حجاب در ایران به رفراندوم گذاشته شود اکثریت جامعه به اون رأی خواهد داد. تصویری هم داریم ببینید که این اکثریت چجوریه. تصویر شما 18 رو نگاه بکنید. بله حرفا میزنه قیصر، چشا میره مغز سر. اینم یه ستون دیگه از طرز نوشتهای فدوی است. یکی هم که عرض کردم کلمات حمار. ایشان گویا سراغ دارن که یه رفراندومی در مملکت انجام شده باشه و اگر هم شده باشه بدون تعلق، مگر میشود چنین چیزی؟ به هر حال ایشون در ادامه مهملات خردمندان خود فرموده است که بر اساس شناختی که از جامعه دارم میگویم. منظورشون هست که اگر بگذارند به رفراندوم این واقعا این لچک، این ادبار، این گرفتاری، این مطلب بدون غیر قابل فهم اصلا در جهان امروز. مرز کنم زنان میان داوطلبانه، مرز کنم که رای میدن برای خفقان خودشون. یه شعر طنزی فدوی داشت و هنوزم داره در یک از این کتاب‌ها هست به اسم بخشنامه. و بخشنامه و لحنش بخشنامه است که تحکمه. در یک جایی میگه، در یک جایی میگوید که درختان باید به پای صندوق‌های رأی بروند و به کاندیدای محبوب خود تبر عاشقانه رأی بدهند. این فرمایش این آقا، این برادر مثل این بریده بود از این شعر بخشنامه فدوی. بعد ملاحظه فهمید که این بچه‌ها که قراره که این لچک سرشون آوار بشود در تصویر شما 18 ببینید که چه عکس العملی، چه واکنشی نشان دادن. خب دوستان یه سر کوتاه به سینما بزنیم ببینیم اونجا چه خبر بوده است اینا. ولی در مجموع در جریان هستید که معمولاً جامعه شکومند اسلامی و تأسیسات از کنم ویرانگر و سرکوبگر اینها ضد همه چیز هستن، ضد زیبایی، ضد زن، ضد و ضد نخبه و نابغه و اینا هستن. شما در چرمت گذاشته ملاحظه فرمودید که چه استعدادهای درخشانی ناگزیر به ترک وطن شدن و در ممالک غریبه در اونجا از کنم که برکشیدن و بهترین ها رو نصیب خودشون کردن. در خبرها شاید دیده باشید که از هموطنان بهایی ما دخترکی که اخراج کردن برادران. بعد این کذاب الاسلام و المسلمین ظریف میگوید که بهایی بودن در ایران جرم نیست. پس این بهایی که 10 سال زندان بوده است و
یکی دو هفته پیش آزاد شد، بابت چه در زندان بوده است؟ اگر بایی بودن جرم نیست. به هر روی اون دختر جوان هم از مدرسه اخراج، شما میدونید از تمام حقوق اجتماعی محروم کردن این بخش از هموطنان رو که جز بهترین هموطنان ما هستن. و وقتی رفتن خارج، اون دختری که عرض کردم اشاره کردم، ایشون یک مقام بسیار بسیار بالا رو در مقام علمی رو دریافت کرده بود، بنده گزارش رو میخوندم و از اونها و از درس سینما هم خب گوشیفته فراهانی رو داریم. در تصویر شما 19 نگاه بکنید، ایشون از استعدادهای درخشان در امر بازیگری تئاتر و سینما بود، است انقدر زیر فشار گذاشتن، انقدر آزار و عملیات ایزایی فرمودن، عملی بیت ایشون هم عطاش رو به لقاش بخشید و برای وطن کرد و خوشبختانه در اونجا هم نشان داده است که بازیگر قابلی است، بازیگر توانایی است. و خبر خوب این که ایشون گلشیفته فراهانی در لیست زیباترین زنان 2018 قرار گرفته، بله، توسط تی سی کندلر. ایشون در اون لیست زیباترین از کنم زنان 2018 قرار گرفته است در امر سینما. برای ایشون آرزوی توفیق داریم روز افسون. خب دوستان، این بنده یه توضیح هم خدمتتون عرض بکنم در ارتباط با تصویر بعدی که شماره 20 هست. حالا گلشیفته که در اون لیست زیباترین زنان جهان قرار گرفته در 2018، این تصویرم اینجوری که نوشته، تصویر شماره 20 نمیشه که 2018 وارد وینینگ فوتو بود، ملازم میکنه درشت هم هست، میخواهد که در واقع این تصویر تأثیر از کنم مخرب شاید بشود گفت. این سلفون ها رو شما دارید ملازم میفهمید که هر جا که تشمید قبلا دست مردم کتاب بود و تا اتوبوس میامد اینا 10 صفحه مطلب خونده بودن. در اروپا که اینجوری بود، بنده بودم سالهایی، ولی حالا عرضه دارم که داره ملازم میفهمید که در حیاتی ترین و زیباترین یا شگفت‌انگیزترین حالات هم دوستان حاضر نیستن که این سلفا رو زمین بگذارن و به کارشون برسن. دارید ملازم میفهمید در تصویر شماره 20، من یادم است که این آقای فدوی ما سالها پیش البته یک اون زمانی که اون نمایشنامه طنز سیاسی رو می‌نوشت، یک طنزی هم برای اجرا البته برای تلویزیون نوشته بود که کوتاه هم بود و اجرا البته شد. تا اون زمان 8-9 سال پیش هنوز سلفون اینقدر عرض کنم که ارجغور پیدا نکرد بود و دست همه نبود که فدوی اون نمایشنامه رو نوشت و هر روی اجرا شد در تلویزیون. این هم از این. دیگه اینکه دوستان بیاد دارن که مقام معظم رهبری در پرانتز زب از کنم فراورده های فرنگستان فدویست و مخفف زایفلا پروستاته است. دیدید که این بزرگواران وقتی مثلا میرسن به حضرت امام می نویسن در پرانتز می نویسن ره یا مثلا این، یا فدوی هم به هر حال شیوه خودش را دارد. وقتی میرسه به حضرت امام در پرانتز میرسه لام. در مورد آقای این برادر خامنه ای هم اعلی حضرت العظما علی خامنه ای میرسه در پرانتز زب که مخفف زایفن و پرستاته است. بعد برای که در یک از روزها فرمود که ما رکورد زدیم در بعضی از برنامه تلویزیون هم دوستان از این لفظ استفاده میکنن، شما خب طنزآمیز است دیگه. ایشون فرمود که ما رکورد زدیم. من یک گزارش دیدم که دیدم راست میگه ایشون، اینجوری نیست که بابا همه فرمایشات ایشون مهمل باشه. بالاخره این چیزا چش پیدا میشه، خوبه دیگه. یکیش همینه، ما رکورد زدیم. گزارش فدوی دیده که نشون میده که این اعلی حضرت العظمای ما عرض کنم که تنبل کلاس شده، رکورد زده. بله، یکی از مؤسسات معتبر عرض کنم که نظر سنجی
گفته است که در سال 2008 سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بی توجه ترین رهبر نسبت به وضعیت معیشت مردم کشور خود است. این نظرسنجی در 209 کشور جهان صورت گرفته و سید علی خامنه‌ای رتبه 209 را به دست آورده، یعنی تای کلاس، تنبل کلاس، ما رکورد زدیم در تنبلی. بله، و گزارش ادامه داره البته و به جای دیگه هم اشاره کرده است که چه کشورهایی در چه مرتبه‌ای قرار دارند که بنده برای اعتراض از اطاله کلام صرف نظر میکنم. خب دوستان، این آقای فدوی ما گرفتاری گاهی وقتا برای منده درست میکنه و گریبان منده رو گرفته بود هفته پیش که آقا این عبارت الله و عبدالله چیه داستانش؟ گفتیم خب حالا چرا شما پیله کردید به این داستان؟ گفت نه آقا میخوام ببینم چیه مأخذ چیه اینا، میشه که تو پژوهشی بکنی؟ گفتم حالا این همه کار سر ما میریزی، اینم باید بریم دنبال این کار؟ گفت دیگه همینه دیگه. به هر حال بعدم پذیرفتم که ببینم که پژوهشی کنم، ببینم که این الله و عبدالله رابطهشون چی هست. بعد حالا بنده به قول عوام کشف کردم، نگاه بکنید تصویر شماره 21 و بعدم 22، معلوم شد که البته توی پژوهش بنده این داستان یک آلبوم فراهم شد از این داستان الله و عبدالله، که خب همه‌شو نمی‌شد که امروز خدمت شما تقدیم بکنیم و می‌کوشیم که عرض کنم که در صورت عمر و برنامه هر دفعه دو سه تا از اینا رو ما به شما نشان بدیم که الله و عبدالله چیست. اما ماجرا و رابطه اینها این است که قسمت بالا مال الله هست، قسمت پایین مال عبدالله. این ماجرا این بود که من به فدوی گفتم امروز. و تصویر شما 21 هم باز همینطوره، ملاحظه بفرمایید، باز الله و عبدالله، قسمت بالا مال الله، پایین مال عبدالله. و در تصویر 22 ملاحظه فرمودید و به قول اهل مطبوعات ادامه داره در برنامه آینده از این ماجرای عبدالله، الله و عبدالله به شما نشان میدهیم. تصویر 22، قسمت بالا مار الله، قسمت پایین مار عبدالله. بله بله. خب دوستان، رسیدیم به قسمت پیش درآمد و بعد از اونم به قسمت صندوق پستی. شما ناظرینان بیننده گرامی برنامه هفتگی طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن هستید. خب دوستان، یادتون میاد که در برنامه پیشین عرض کرده بودم که یه خواننده جوانی به خاطر در واقع پشتیبانی از کارگران هفت‌تپه لباس اونا رو به تن کرده و در روی سن رفته بود و برنامه‌اش اجرا کرده بود. خبر رسید که این جوان رو ممنوع کار فرمودن. بهانه هم این بوده است که یک موزیک ویدیویی بنده دیدم اسم پاره سنگ، گفتن آقا این موهن است و خلاف ارزش‌های دفاع مقدس. توی این خورجین همه چی پیدا میشه. به هر روی میارن برچسباب آماده، حاضر آماده در میارن و به خلق الله میچسبانند. خب این آدم‌هایی که یا این موجوداتی که چنین نگاهی دارن به آحاد جامعه، به شهروندان اون کشور، شما چه انتظاری دارید؟ شما نگاه بکنید، در خبر آمده بود، خبرگزاری آلمان بنده دیدم که نوشته است که از طرف یک مقام قضایی ایران به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت میکنیم. شما غلط میفرمایید، اون چه خداییست؟ خدا از خودتونم پستره که به نمایندگی از خدا. چجوری بفهمیم که آیا الله جل جلاله شما رو به نمایندگی قبول کرده یا نه؟ این از کجا باید بفهمیم؟ مسئله تنها جوابی که به ما جواب بده. بله، به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت میکنیم. ایشون جسارت روم به دیوار رئیس کل دادگستری استان خراسان هست و فرموده است که جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کند. به گفته مظفری
این توفه نکبت، اگر کسی در حکومت اسلامی مجازات شود، شما نگاه کنید اکانت دارید شما اونور در دنیای واقعی. بله، اگر کسی در حکومت اسلامی مجازات شود، از مجازات اخروی اون کم خواهد شد. شما اکانت دارید اونجا، هم کسی داره می‌نویسه اینا رو، شما اگر برادران شما رو شکنجه بکنن، از شکنجه اونجا کم می‌شود. خلاصه نگران نباشین دوستان. بله، و اما داستان این نماینده کارگران هفت‌تپه اسماعیل بخشی، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه، همچنان مفتوح است و شکنجه مبسوطی شده است. در جریان هستید، فقط ما اصلا در پیشنهاد فقط اشاره میکنیم. و تو فدای اصحار نگرانی کرده که ارز کنم بر حسب شیوه مرزیه برادران از آغاز تا اکنون، از آغاز تا اکنون همواره چنین بوده است که مظلوم، عرض بکنم که مجروح، مقتول همیشه بدهکار بوده است. در انتها برادران جوری ماجرا رو تنظیم می‌فرمایند که ضاربین و قاتلین، عرض بکنم که آزاد می‌شوند و محکومین رو، عرض بکنم که مقتولین و مجروحین اینا گرفتار. حالا فدای سال نگرانی کرده که آقا در مورد این دوست عزیز کارگرمون اسماعیل بخشی اصحار نگرانی کرده، فرده میگه با این ترتیبی که قضیه داره پیش میره، احتمالاً چنین خواهد شد که آقای بخشی که اعلام کرده است که شکنجه مفصلی در زندان شده است، اینها ترتیبی خواهند داد که قضیه برعکس شود، یعنی که این آقای اسماعیل بخشی شلپل در و داغون زیر شکنجه ایشون بلند شده و عرض بکنم که مأمورین محترم وزارت اطلاعات رو شکنجه کرده. اینجوری در خواهد ماند. من دارم این نگرانی فدایی رو دارم به قول عوام فوروارد میکنم که شما بدانید که فدایی نگران این جوان کارگر هست که نکنه که برعکس بشه. حالا چرا فدایی این رو میگه؟ برای اینکه عرض کنم یکی از رئیس دفتر جسارت روم به دیوار، رئیس جمهور، بله، آقای وایزی، برادر وایزی، ایشون گفته که ادعاهای اسماعیل بخشی به هیچ وجه درست نبود. کذاب الاسلام و المسلمین. وقتی که امام و مقتدا بگوید آقا دروغ گفتم، خدعه کردم، این دمقیچی ها خدعه نمی کنن، دروغ نمی گن. خدا بزرگوار فرمود که خدعه کردیم. بودن آقا تو چرا آنچه که در پاریس فرمودی با آنچه که داری می کنی چرا تفاوت داره؟ گفت خدعه کردم. حالا عرض کنم که مرجع این بزرگواران، این برادران، وقتی که خدعه میکند و دروغ میگوید، خب اینا نباید بگن این دمقیچی ها مثل این آقا. بله، خیلی جالبه، طنز تلخ واقعا. و ایشون گفته که ادعاهای اسماعیل بخشی به هیچ وجه درست نبود و وزارت اطلاعات از اسماعیل بخشی شکایت میکند. ملاحظه فرمودید؟ این عبارت است که فدایی رو نگران کرده که قضیه برعکس خواهد شد. یعنی میگن آقا در اون محاکمه که قرار بشود، میگن که این آقای عرض کنم که نماینده کارگران هفت‌تپه، ایشون بوده است که مامورین محترم اطلاعات رو شکنجه فرموده. باری اینجوریست. خب عزیز، ما دوتا هم در این ارتباط بد نیست که کاریکاتور ببینیم. به زیبایی کار شده است. تصویر شماره 23 و بعد 24 در توضیح در شماره 23 گفته است که به صورت استفهامی پرسشی گفته است که شکنجه، نه شکنجه ما نداریم، که ظاهرن داره یک مصاحبه با ایشون. این بزرگوار دارید ملاحظه می‌فرمایید؟ این همون محسنی اجعی، سخنگوی قوه باه، یعنی قضاییه. قضیه قضاییه رو با قینم بنویسین درسته. ایشون سابقه خیلی شیرینی هم دارد. در یک جلسه ای عرض کنم که چندین سال پیش عیسی سرخیز به نقل از حافظه عرض میکنم که عضو شورای مطبوعات و این ماجراها بوده، در یک جلسه ای که این آقای محسنی اجعی بوده، در اونجا آقای محسن اجعی یک قندان رو پرت میکنه به سمت آقای
عرض بکنم این بزرگوار و آیسا زرخیز و به این هم اکتفا نمی کند و میاد و این شانه او هم گاز میگیرد. این آقای آخوند گاز میگیرد که این ایشون آقای گاز کردم این باز کرده و این شانه رو گذاشته و همتون عکس گرفتن. اون زمان هم فدوی مطلب رو نوشت و طنزنوشته رو تقدیم کرد. خب این به هر حال یک هنرمند ایرانی است که کاریکاتور کشیده است و تصویر پایین هنرمند سوری است که راجعش صحبت میکنیم دفعه آینده. مزید آمد که بسیار زیبا و گویا. ببینید این سیم میکروفون حالت تناب دار دارد. خب شما تصور میفهمید که سرنوشت این هنرمندان گرافیست و کاریکاتوریست در جامعه‌ای که دچار یبوست فکری شدید هستن چقدر شد. صحبت میکنیم در آینده راجع به این قضیه. خب دوستان رسیدیم به صندوق پستی و یه قدری عجله بکنم بنده که زودتر از خدمت شما مرخص شم که تسلیم ندهیم. خب صندوق پستی بنده باز کردم و چند تا برای ما آقای فدوی برای من چیز فرستاده، طنز نوشته فرستاده. یکیش از تغییر ماهیت. بله این تغییر ماهیت دو تا تصویر، نه خیلی، یک تصویر داره و یک لینک. ما مشکلاتی داریم که این لینک ها رو نمیتوانیم که نشان بدهیم، ولی در آنلاین هست، یوتیوب هست، تشبه نگاه بکنید که چه عرض میکنم در این مورد. خب مطلب رو بخوانم برای شما، این طنز نوشته رو. میگوید که خدمت خوانندگان محترم ضد انقلاب عرضه بدارد که فدوی بسیار پیش از این در طنز نوشته‌ای ضمن کشف، معرفی و تبیین نوع تازه‌ای از طنز، کن را اجارتاً طنزی که نویسنده ندارد نامگذاری کرده بود، به عنوان شاهد یا جوری جنس مثالی هم تقدیم کرده بود. مثالش چی بوده؟ به نقل از ایسنا که تصور نشود که این محصول کارگاه طنز فدوی است. نخیر، این عبارت از ایسناست: پیکر پاک حجت الاسلام فاکر تشییع شد. بعد ملاحظه می‌کنید که در پیوند با این تیتر خبری و در هیروبیر عزاداری کسی خیال یا حال و حوصله خلق طنز را که نداشته که، و تنها عامل تولیدون از منظر فدوی همان طنزی است که نویسنده ندارد. و اما فدوی مطلقا نمیپنداشت که ممکن است روزی برسد که کسی بویژه از نوع مسلمان آن اهتمام ورزیده و به وجهی وقیحانه و نامتعارف در فرهنگ سیاسی بر علیه جامعه میزبان بشورد و به واژه فاکر مادر هم اضافه بکند. ببینید مادر فاکر، ببخشید، این روی خروجی خبرگزاری هست، دوستان مراقبت بفرمایید. باری فدوی گیس اضافه ندارد که دست دوستان بدهد. برمان سپر علاوه می کند که هیچ نسبتی اعم از سببی نسبی با برادر ترامپ نداشته و حتی با استفاده از حق رأی که در ایران سابق از دیرباز تا کنون از اون محروم بوده به ایشان رأی هم نداده است. بر این پایه این بانوی بی آزرم مسلمان از حزب دموکرات به باور فدوی حق چنین برخوردی با رئیس جمهور یک مملکت بزرگی به هر حال خوب یا بدش رو کار نداریم، به ما مربوط نیست در این لحظه، اما به هر حال منتخب مردم خودش بوده و به او بگوید این بانوی مسلمان غیر محجبه، بگوید که مادر فاکر. این عرض بکنم که معمولا فوش کوچ و بازاری و این چیزاست و به هر روی حتی مورد انتقاد هم حزبای خودشون ایشون قرار گرفته. اسم این بانو هست رشید طلیب اگر درست بخونم و فلسطینیان اصل هست. این روی خروجی خبرگزاری ها این شکلی آمده است که رئیس جمهوری این کشور را پسر زن بدکاره خوانده بود. باری فدوی در انتها نوشته است که من بزرگوار، یعنی این بانو، بانوی مسلمان که تصویر شده دارد مرازه بفرمایید، یادش نیست که در خاورمیانه امام و پیامبر خیز این سین سین ساد ای اج در پرانتز حتی اجازه گزینش پوشش خود را نیز نداشته است. بقیهش طلبش.
زیاده حیرتی نیست. بانو رو ملازم می‌فرمایید این فوش چهار باده رو به این برادر ترامپ داده. اصلا مطلب بعدی هم یک تصویر داریم، تصویر 26. من اینم خدمت شما تقدیم بکنم. فدوی نمی‌داند که آیا حضرات آیت اعظم و حجج اسلام لعنت الله علیهم اجمعین افسون بر قوه باه، آیا چشمشان یا حسابشان یا هر دو تا اونجا ضعیف شده است که نگه جز پیش پا را دید نتواند؟ از زندگیات اخوان، در غیر این صورت مهمل زیر شرف صدور نمی‌یافت. مهمل چیست دوستان؟ این آقای آیت الله محمد یزدی مخبت، ایشون گفته در 40 سال اخیر به اندازه 400 سال پیشرفت کرده ایم. این باز دوباره میتواند در ستون عرض کنم که کلمات حمار که بر ضد کلمات قصار هست در اونجا طبقه بندی شود، یا عرض کنم که در ستون حرفا میزنه قیصر چشا میره مغز سر، ستون قیصرانه های فدوی. برای گرچه این مهمل مطلق ستون کلمات فدوی را میبرازد، کلمات حمار فدوی را میبرازد و بس، اما باید بگویم که آش این مخبط اسلام به قدری شور شده است که یک آیت الله زاده ای گریبانش گرفته و شهاب الدین حائری شیرازی بچه آخوندی است، ایشون گفته است که آقای یزدی مسئول جامعه مدرسین حوزه علمیه گفته است در این 40 سال ایران به قدر 400 سال پیشرفت کرده است. سوال این است، آیت الله زاده داره میپرسه از ایشون، سوال این است که اگر ما با این آمار فقر اعتیاد، با این اقتصاد در بداغون به هر حال که اسم تحریم در اون بحران ارزی درست میکند و قیمت ارز 5 برابر میشود، خلاصه با این عبارت شما نمک روی زخم مردم میپاشید، خلاصش که عرض بکنم، ایشون اعتراض کرده به این آیت الله که شما نمک بر زخم مردم میپاشید. آقای یزدی این حرف شما احمق فرض کردن مردم است و نمک به زخم بیچارگی خلق الله پاشیدن. این حرف فقط صلاحیت شما را برای ریاست جامعه مدرسین و عضویت در شورای نگهبان زیر سوال میبرد. آخر کسی که انقدر از مرحله پرت است چطور میتواند چنان مسئولیت های خطیری را عهده‌دار بشد؟ وای به حال مردم که امثال شما میخواهند امورشان را تمشیت کنند. این عبارت این آیت الله زاده بود که عرض کردم. فدوی گفته آقا در پیوند با گله دوستانه فوق یکی دو نکته پیش از خداحافظی به اجمال و اختصار عرض میکند بلکه رستگار شود. نخست عبارت یا بهتر عرض کند وصله ناجور مسئولیت های خطیر آیت الله زاده گفته. مطلقاً به هیچ عنوان به هیچ یک از هزارات آیات نمیچسبد، چرا که اون بزرگواران افسون بر فقدان دانش، صلاحیت، کفایت، لیاقت و البته تجربه هیچ نسبت و رابطه‌ای با مسئولیت ندارند و جز ایفای نقش جاروبرقی برای مکش بیت المال و البته نزورات مؤمنین و مؤمنات کسر الله امثالهم وظیفه و مسئولیتی ندارد. باری برای این مدعای فدوی دلایل معنوی اگر میخواهید خروار دم دست است. کافی است که به عملکرد حضرات مسئولین در رأس همه اعلی حضرت العظما خامنه‌ای شما نگاه بکنید که حیات و ممات ملت شلوپر در کف بیکفایت اوست، اما در مقابل هیچ کس عرض کنم که جوابگو نیست. من بیدم از این و تصویر رو هم که شما 26 بود ملاحظه فرمودید که احتمالاً منظور این آقای آیت الله یزدی این بوده است. ملاحظه کنید سمت چپ، سمت راست پیش از اینها بودن و سمت چپ اکنون هست و یک ظریفی یک ربایی هم در وجه این تصویر کارسازی فرموده بوده است که شیخ ما بسیار دنیا دیده است، کارهایش کاملاً سنجیده است، بنز و ویلا را خودش برداشته، آخرت را هم به ما بخشیده است. دقیقا درست فرمود. مطلب آخر خدمتون تقدیم میکنم دوستان گرامی که اسمش از سوء برداشت. یک تصویرم بیشتر ندارد، تصویر شماره 27. مطلب اینگونه نوشته شده است، کوتاه هم هست.
الهی کور شود فدوی اگر خواسته باشد این معنای بی ربط را از هان علیلی‌تر از خود متبادر کند که هنرنمایی های خواهر لوند ضعیفه سجادی شکیرا اون هم در لبنان که پاره جگر مؤمنین و مؤمنات که سر را همسان ساکن ایران است به قول عوام including فدوی منتظر ظهور است ignore کند. جمله طولانی است. الهی کور شود فدوی اگر خواسته باشد که این معنای بی ربط را به اذهان علیل‌تر از خود متبادر کند که هنرنمایی های خواهر لوند ضعیفه سجادیه شکیرا اونم در لبنان که پاره جگر مؤمنین و مؤمنات کسر الله امثالهم هست including خود فدوی ignore کند. نستجیرو بالله. لیکن مشکل یا پرسش فدوی فقط آن است که آیا کمک‌های مالی و تسلیحاتی را از این پس و البته پس از کش رفتن از جیب ملت شرپل و یک لاغبا آیا به همون آدرس سابق در لبنان ارسال بکنیم کمک‌های مالی و تسلیحاتی رو یا آدرس دیگری مرحمت میکنید؟ برای منتظر هستیم که خبرمون بفرمایید و این هم در تصویر شما 27 خواهر از کنم که شکیرا رو ملاحظه میفهمید که پدر لبنانی است و مادر اهل کولومبیا. به پایان آمد این جوهر مطالب همچنان باقی. من بسیار سپاسگزارم از آقای سعید بهمانی گرامی که با شکیبایی مختصر رو به سمت سوی شما روانه فرمود. به آگهی های این بزرگوار در پیوند با مشکلات مالی تلویزیون اگر در دنیای آزاد هستید توجه بفرمایید. این چیز بسیار مرسومی است که رسانه مورد علاقه‌ش رو مردم اصلاً که پشتیبانی می‌کنند. گاهی بنده دیدم که در بعضی از این رسانه‌ها آمریکایی فرض بفرمایید اینا که رسانه ملی در واقع مردم هست نه دولت و اینا وقتی که برنامه‌های همیاری می‌گذارن باور بفرمایید ظرف 2 تا 3 ساعت اون بودجه مورد نیاز جمع‌آوری می‌شود و برنامه عادی ادامه پیدا میکنه. به هر حال اگر در جهان آزاد و متمدن زندگی میکنید شما هم میتوانید که این لطف رو به رسانه های مورد علاقتون و از جمله میهن دیگه اگر هست عرض کنم که انجام بدهید. طعم تلخ طنز رو لطف کنید نگاه کنید و پیش از اون که برادران برسن شما لایک بفرمایید در یوتیوب. از کنم که کاش تا دل می گرفت و می شکست دوست می آمد کنارش می نشست کاش می شد روی هر رنگین کمان می نوشتم مهربان با من بمان. برای همگان در هر جا که هستند بهروزی و پیروزی آرزو دارم. تا درودی دیگر بدرود.